بسم الله الرحمن الرحیم گفته درس خود شروع میکنیم به تعقیب درس های گذشته خود بخش فایر پاور است. البته دو سایز لبه که جور کردیم که تو لبه ما یک کم فرق داره. البته یک دانه سویچ هم در این قسمت اضافه کردیم، یک دانه کمپیوتر این قسمت کمپیوتر داریم ویندوز 7 است. دیگه سه ما مو کانفیگریشن است. آی پی آدرس منیجمنت ما که از 10.1.1.254 است. آی پی آدرسی که ما توسط از میتونیم اف تی دی را دسترسی داشته باشیم 10.1.1 است و انساید خودم میتیم 1.1 و اوتساید خودم آی پی آدرس آی اس پی ما که است 2.2 است که بای دیفالت میبینین از این میرنج بره فایر پاور ما آی پی آدرس میتیم. خب در این قسمت آمدیم HTTPS گفتیم دانه سلاش بعد از او 10.1.1.1.10 بعد از او لاغین پانل برای ما آورده که ما هیچ کانفیگریشن نکردیم فعلا. ادمین و ACDI ات یک توسی هم پسوردشون تر میکنیم وارد FTD خود میشیم. البته دوباره ما خواستم که صفر بیای برای ما که استاندالون باشه، هیچ کدام کانفیگریشن نداشته باشه، که دوباره استیپا رو تایی میکنیم، تمام استیپا رو انجام میتیم و بعد از اون میم زیاد آپشن هایی که داریم واره میخوریم. در این قسمت طرف اوتسای دی سی پی فال باشه، بله یا دی سی پی فال باشه، دو دقیقه در بر میگیره تا که اینترفیس های ما تمامش اپ میشه و دی سی پی آی پی آدرس میگیره. اگر در این قسمت داریم گیگ 0 بر 0 کس 241 آی پی آدرس میگیره و گیگ 0 بر 1 ما کس 451 فیلن آی پی آدرس شست که دیفالت از طرف خود FTD ما ست شده داخل این انترفیس که در لن وصل شده. اگر در این قسمت بیم انساید ما اوتساید ما خوب است که در این قسمت ما یک چیز دیگر هم نشته کنم انساید اوتساید. خب در این قسمت انساید و 20 نرمال و رنگش هم بگیریم. رنگ چی؟ رنگش هم بگیریم رنگ سرخ. ببسیم که رنگ سبز بگیریم انساید ما است. بعد از اون اوکی. اگر رنگ شیر هم سفید آمد شما باز میتونین بین این قسمت چندش کنین و یام انساید ما است و یام از اوتساید ما است. اوتساید ما رنگش هم میتونین تره یک رنگ دیگه که میتونه ایس چی باشه سرخ این رنگ ها باشه یام از اوتساید ما است. خب انساید ما گفتیم که از خود فایر پاور فعلا به خاطر که ما آی پی آدرس ندادیم 451 چی میگیره؟ اتومات خودش میگیره. اگر در این قسمت بیم که اولین چیزی که چک کرد دی ان اسش بود، دی ان اسش وصل نشد، یعنی گیتوی ما فعلا انترنت نداره، کدام گپ نیست. بعد از او آمدیم در این قسمت تایم سیتنگ است، ان تی پی است، ما کدام ان تی پی را کار نداریم. در این دام میتونیم که ان تی پی سیتنگ انجام بدیم، فقط میگیم نکست و بعد از او در این قسمت از ما میخواهی که برای 90 روز رایگان است یا خودت لایسنس داری راجستر میگیریم. نه خیر، ما 90 روز رایگانش هم میگیریم به خاطر پرکتس و منتظر میشینیم که تمام از این چی شوه برای ما بیه. خب ای هم بود از چی ما؟ از FTD ما. تمامش در این قسمت آمد. از آپشن هایی که ما شما در این قسمت استفاده میکنیم، در این قسمت اگر بیم ادمین یا ادمنستریتور است. اولین یوزر ما که در این قسمت آمده که توسط از اون ما چی میکنیم؟ کانفیگریشن انجام میدیم. بنامه چی است؟ ادمین است یا ادمنستریتور ما. در قسمت پروفایل اگر کلک کنیم، در این قسمت پروفایلش بخش چی است؟ بخش پروفایل است. البته در این قسمت تایم زون است. پیشتر گفتم شما میتونین مثلا در اینجا ما باید از کابل افغانستان هستم. خوب است که بیم کابل افغانستان را چی کنم؟ انتخاب کنم. خب پیدا کردنش فکر کنم یک کمک سخت‌تر هم باشه به خاطر بسیار تایم زونای زیاد است. خب در این قسمت پیدا کردیم کابل افغانستان شیو استفاده کردیم. یام دمشای است بچا که اگر شما میخواینیم از این دمپا استفاده کنین بالای زی کلیک کنیم میبینیم که رنگش چی کرد چند شد. هر کدامش شما خوش داشتین میتونین از او استفاده کنین. و در این قسمت میم سیسکو دم در این قسمت میم میبینیم کی است. دیفالتش می باشه اما رنگ ساده است. هر کدام که شما میخواستین بگیرین باز میتونین چی کنین استفاده کنین از دا. بعد از اون میریم در قسمت چی؟ در قسمت پسورد. البته میتونیم میره چی کنیم؟ سیف کنیم. میبینیم که در این قسمت دوباره چی شد؟ چی شد؟ خیلی در این قسمت دوباره بخش اشیا بیم بیام کابل بعد از اون میگیم سیف.
و در این قسمت بخش پسورد میم. اگر بخوایم یک پسورد دیگر جدید بعد میم بتیم، در این قسمت میم باز پسورد سابقه ما که ایسی دی آیت 1 2 3 و تو را میتیم و نیو پسورد هم در این قسمت میتیم. و در این قسمت پسورد پالیسی را گفته از 8 تا 128 کرکتر باید از داشته باشه، اپر کیس لاور کیس بعضی گپار در این قسمت بر ما گفته. دوباره میم در قسمت چی؟ در قسمت دیوایس خود. اگر بخوایم کی را اپلای کنیم، اگر کدام چنج آورده باشه باز ما در این قسمت میتونیم اپلایش کنیم. به خاطر چی شو؟ مودم پک انتخاب کرده بودیم چنج شو و تایم زون که انتخاب کرده بودیم در این قسمت چنج شو. و در این قسمت اگر کلیک کنیم بخش ای پی آی هست که امروزه میفهمیم که در بخش ای پی آی ما خوانده بودیم و البته در سی سین پی و توسط ای پی آی ما میتونیم میره منیج کنیم که باز ما شما تاپیک در این بخش داریم که توسط ای پی آی هست. در این قسمت هم بخش هلپ هست، اگر بخوایم که معلومات کار داشته باشیم یکی از بخش هایش باز میتونیم از هلپ استفاده کنیم. در این قسمت به این باز درباره هر کانفیگریشن تان که بخواین شما در این قسمت مثلا بخش چی از بخش راوتینگ هست. در بخش راوتینگ کانفیگریشن های خود دارم میتونی شما از اون قسمت هم هلپ بگیریم. خب دیگه بخشش که در این قسمت است، اگر بالا از این کلیک کنیم زمانی که ما شما یک کانفیگریشن انجام میتیم ببینیم که آیا می دیپلای کردیم آیا دیپلای شده نشده، میبینیم که در این قسمت چی است، حالتش رننگ است. در این قسمت نشان میده که یک دانه دیپلایمنت که شما انجام دادین فعلا حالتش رننگ است، حالا چی نشده، دیپلای نشده. توتال 3 دانه دیپلایمنت ما شما انجام دادیم و در این قسمت دو تاش کمپلیت شده، یکیش نشده و چند دانه فیل شده، در این قسمت برای ما نشان میده. اگر بخوایم دلیت کنیم در این قسمت میتونیم تمامش دلیت کنیم، اگر بخوایم یکش دلیت کنیم میتونیم در این قسمت ورق سابق کانفیگریشن کرده بودیم چی کنیم، دلیت کنیم. خب اگر در این قسمت بیم پیشتر اگر ما دیدین زمانی که شما یک چنج سمیارین بخواین ایره دیپلای کنین، در این قسمت بالش کلک میکنین چی میشه، دیپلای میشه. مثل که در این قسمت اگر ما بیایم یک انترفیس چی کنم، بخواییم اپ بسازم و در این قسمت میبینین که یک بال واره یک آیکنک براتان می رنگ نارنجی، یعنی یک چنج آمده، شما باید بالای زی کلک کنین. البته فعلا به خاطر که یک دیپلای حالت جریان است، دیپلای دوم شدن نمیتونه، زمان کوه تمام شد شما میتونید را دیپلای کنید. یعنی کانفیگریشن که میکنین ایبال زرد که می، یعنی فعلا کدام چنجس شما آوردین. خب میبینیم که چی شد، دیپلای شد. دوباره در این قسمت میخوای چنجس جدید را که تو انترفیس اینیبال کردی میخوای دیپلای کنی، انترفیس که گیگ زیروه بر تو را میگم بله، یا میخوای میره چی کنم، دیپلای کنم. اوکی در قسمت دوباره به میبینیم که چی شد، بیشتر تکمیل شد و یک دانه رننگ است و بس. خب این قسمت هم کسا اگر ما بالا ازی کلک کنم در قسمت به این کمند لاینش است. مثل که شما گفتین که کمند لاین آیا داره نداره فایروال ما، در قسمت میگیم شو انترفیس آی پی بریف، انتر میکنیم، در قسمت بر ما چی میکنه، کانفیگریشن ها را بر ما نشان. اگر ما بالا از این کلیک کنم این جدا میشه، در این قسمت ما شما میتونیم که هر طرف ببره میره کانفیگریشن خود انجام بده. اگر دوباره ما بالا از این کلیک کنم این چی میشه، وصل میشه دوباره در این قسمت. اگر دوباره ما بیایم بالا از این کلیک کنم کلیر سیل آی اس، کانفیگریشن هایی که کردیم تمومش چی میشه، پاک میشه. بالا از این بگیم کلیر میبینیم که چی شد، کلیر شد. خب دوباره از این قسمت خلاص میشیم، بازم بالا از این کلیک کنیم برای ما میاد. خب من دوباره اون کمند رن میکنم شو انترفیس آی پی بریف. اگه بخوایم میره کاپی بگیریم باز در این قسمت آیکن که هست بالا از این کلیک میکنیم چی میشه، تمام اینمی کانفیگریشن که البته داخل یا کانفیگریشن یا وریفیکیشن که انجام دادیم اینمی بخش از اینی پایین گرفته تا اینمی بالا رو تمام میشه برای ما میگیره. مثلا در این قسمت من میگم نوت پد، انتر میکنم، اگر یک قسمت پیست کنم میبینم که از انترفیس تا آخر بر ما تمام شه، بر ما چی کرده، گرفته، یعنی کاپی بر ما میکنه. دوباره اگر بخوایم میره خورتر بسازیم در یک قسمت کلیک میکنیم به این اندازه میشه، اگر بخوایم کیره بزرگتر بسازیم و جداگانه باشه یک تب جداگانه در یک قسمت میه، دوباره ایره وصل کنیم در یک قسمت بر ما وصل میشه. یا میمینیو بود، امید که یک چیز فهمیده باشین. دیگه ویدیو باز میریم بخیر در بخش سیستم سیتینگ. For securing your network join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.